وقت شما بخیر. ریحانه فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حمله اسرائیل به محل نشست فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دمشق. فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان و معاون او کشته شدند. واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی به کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه در سوریه. خامنه ای از مجازات و پشیمان سازی اسرائیل گفت. بازتاب گسترده حمله اسرائیل به سپاه پاسداران در دمشق. آمریکا هر گونه دخالت در حمله را رد کرد. نیویورک تایمز محل منهدم شده را یک ساختمان نظامی توصیف کرد. در ادامه برنامه، واکنش بازار ارز و طلا به حمله اسرائیل به سپاه در سوریه. دلار به 63 هزار تومان رسید، سکه از 41 میلیون تومان گذشت. سپاه پاسداران اعلام کرده در حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق دست کم 7 نفر از فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، در این حمله محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان، و دستیار او محمد هادی حاج رحیمی کشته شدند. 5 افسر سپاه پاسداران هم جزو کشته شدگان حمله اسرائیل هستند. سفیر جمهوری اسلامی در دمشق هم گفته اسرائیل با 6 موشک ساختمان کنسولگری را هدف قرار داد. جزئیات بیشتر این رخداد رو در گزارش از همکارم الهام کریمی ببینید. عصر روز دوشنبه 13 فروردین، سپاه پاسداران اعلام کرد که اسرائیل با 6 موشک به یک ساختمان کنسولگری ایران در دمشق حمله کردند. محمد رضا زاهدی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران که فرمانده ارشد سپاه در لبنان بود، در این حمله کشته شد. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفته محمد هادی حاج رحیمی، معاون محمد رضا زاهدی و 5 تن از اعضای دیگر سپاه در این حمله کشته شدند. شبکه 14 اسرائیل پیش از این گفته بود محمد رضا زاهدی در فهرست ترور اسرائیل است. اسرائیل پیش از این رضا موسوی، مسئول لوجستیک سپاه در سوریه، را نیز در حمله دیگری 3 ماه پیش کشته بود. گزارش شبکه 14 اسرائیل همچنین گفته بود اسرائیل در پی ترور 3 تن دیگر از فرماندهان سپاه است که آنها را علیرضا نوبخت، سعید ایزدی و عبدالرضا شهلایی معرفی کرده است. کارن جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به خبرنگاران درباره واکنش کاخ سفید به این حمله گفته که تیم آنها در حال بررسی این موضوع است. ما از این حادثه اطلاع داریم و تیم در حال بررسی این موضوعه. من نمیخوام قبل از این که جزئیات کامل رو به دست بیارم صحبتی کنم. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در توییتی نوشته است که در پی حمله به کنسولگری ایران در دمشق، مقام سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران فراخوانده شده تا پیام مهمی به دولت آمریکا داده شود. او تاکید کرده که آمریکا باید پاسخگو باشد. در همین حال، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شده است. رژیم میدونه که این نوع اقدامات هیچ موقع بی پاسخ نمونده. آنچه به تکرار تا کنون از سوی نمایندگان و مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده، بی پاسخ نماندن این حملات است. حسین شریعت‌مداری، مدیر روزنامه کیهان، نیز تاکید کرده که سفارتخانه‌های اسرائیل نباید در امان باشند و در حالی که اسرائیل حقوق بین‌الملل را به حمله به کنسولگری ایران در دمشق نقض کرده، پس حمله متقابل به اسرائیل حق مسلم ایران است. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، اما مشخص‌تر حمله به مراکز دیپلماتیک اسرائیل در آذربایجان را پیشنهاد داده است. این در حالی است که اسرائیل پیشتر از پرتاب پهپادی در شامگاه یکشنبه به پایگاه نیروی دریایی اسرائیل در ایلات خبر داده بود که به گفته دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، ساخت ایران عنوان شده و حمله به هدایت جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اینکه منازعه میان ایران و اسرائیل آیا در همین حد باقی میماند یا گسترش خواهد یافت و آتش آن شعله ورتر خواهد شد، سوالی است که اینک ذهن بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران منطقه را درگیر کرده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
مرتبط با همین رویداد، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم به آکسیوس گفته ایالات متحده هیچ دخالتی در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نداشته و از آن بی‌اطلاع بوده. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، واشنگتن این موضوع را به تهران هم اعلام کرده. همزمان حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از احضار مقام سفارت سوئیس برای رساندن پیغام جمهوری اسلامی به ایالات متحده خبر داد. امیرعبداللهیان این پیام را مهم خوانده و از آمریکا خواسته به عنوان حامی اسرائیل پاسخگو باشد. و نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشته محلی که هدف قرار گرفته ساختمان کنسولگری نبوده بلکه مکان نظامی بوده. بر اساس این گزارش 4 مقام اسرائیلی به نیویورک تایمز گفتند سپاه پاسداران از ساختمانی که منهدم شده استفاده می‌کرده و این مکان هدف نظامی مشروع بوده. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست برای پرداختن به آخرین واکنش‌ها در اسرائیل. بابک، در اسرائیل در حال حاضر به گونه ای آماده واکنش احتمالی جمهوری اسلامی میشند. رسانه های اسرائیلی میگویند که آماده باش در شمال اسرائیل به آن معنایی که در آخرین آماده باش هستن وجود نداره، زیرا در هر صورت ارتش اسرائیل در حال جنگ هستش و آماده باش به همین صورت هم وجود داره. اما به گفته مقامات ارتش در اسرائیل، در شمال اسرائیل طرح‌های جنگ همچنان پیش میره. اما در ساعاتی پیش یکی از نیروهای نظامی در صفوف مخالفان اسد در گفتگو با کانال 11 اسرائیل که نخواست نامش فاش بشه گفت ما حملات اسرائیل در دمشق و حلب را دنبال می‌کنیم. مردم ما در اینجا، منظور او در شمال غرب سوریه است، از این حملات به ایرانیان بسیار راضی‌اند. او گفت ماموران جمهوری اسلامی در حقیقت اشغالگرانی هستند که در سوریه هستند و باعث شدند که رژیم بشار اسد پایدار بمونه. در کنار اون در سفارتخانه های اسرائیل در سراسر جهان هم اعلام آمادگی داده شده و دستور داده شده به تمامی دیپلمات های سفارت های اسرائیل در خارج از کشور که رفتارهای پیشگیرانه را رعایت کنند و به محیط اطراف با تاکید بر حرکات مظنونانه توجه بیشتری داشته باشند. همچنین از توریست های اسرائیلی که در خارج از کشور هستند خواستند که مراقب باشند. مراکز فرهنگی و مراکز مذهبی یهودیان هم یکی دیگر از مکان هایی هستش که در اونجا هم امکان انتقام گیری جمهوری اسلامی ایران میره. حتی یکی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که او خواهان حمله مستقیم ایران به سفارتخانه اسرائیل در آذربایجان هستش. اما در کنار اون به درخواست سوریه شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بررسی حمله روز گذشته به کنسولگری ایران در دمشق که به اسرائیل منتسب هست تشکیل جلسه میده. باید دید که آیا پیشنویسی ارائه میشه و اگر این پیشنویس ارائه بشه آیا ایالات متحده اون را وتو میکنه و یا فقط یک نوع بحث خواهد بود. در کنار اون هنوز اسرائیل به هیچ عنوان مقامات رسمی اون مسئولیت این حمله رو به عهده نمیگیرند. دیروز سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری در رابطه با سوالی با این مسئله گفت که او به شایعات توجه نمیکنه، ارتش طبق اهداف جنگ عمل میکنه. سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم بابک اسحاقی که از تل آویو با ما بودی. اما همونطور که اشاره کردیم شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق جلسه برگزار می‌کند. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خواستار محکوم کردن این حمله و تشکیل جلسه فوری شده. نماینده جمهوری اسلامی این حمله را نقض آشکار هنجارها و اصول بین‌المللی خوانده. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم در واکنش به حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق با تهدید اسرائیل به انتقام و ناجوان مردان خواندن این حمله گفته این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. رئیسی حمله دیروز اسرائیل را غیر انسانی و نقض آشکار مقررات بین المللی توصیف کرده و دلیل آن را ناکامی اسرائیل در غزه دانسته.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی گفته این حمله با مجازاتی سخت مواجه خواهد شد. قالیباف هم دلیل حمله را ناکامی اسرائیل در نوار غزه دانسته و تاکید کرده حمله دیروز تأثیری بر ادامه فعالیت جبهه مقاومت نخواهد داشت. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. ابتدا هم ارزیابی شما را از این حمله داشته باشیم، همین که اهداف این حمله چه بودند؟ در اسرائیل واقعا نگرانی بزرگی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران نه فقط مصمم هستش به ادامه حمایت خودش به گروه‌های ضد اسرائیلی، به گروه‌های نیابتی خودش که ضد اسرائیل هستن، بلکه الان جمهوری اسلامی می‌خواد یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل رو باز کنه و اون جبهه عراق هستش. الان اسرائیل درگیر هستش در جبهه جنوبی با حماس، جبهه شمالی با حزب الله. الان اخیراً ما شاهد این بودیم که چندین حمله شده از عراق، از که نیروهای نیابتی حکومت ایران حمله کردن از عراق به اهداف در اسرائیل، و این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران میخواد یک جبهه جدید رو باز بکنه. در این حال فراموش نکنیم که حدود یک هفته پیش سران حماس و جهاد اسلامی در تهران بودن، از اونها استقبال شد و رهبران ایران قول دادن که حمایت ادامه خواهند داد برای این گروه رو. پس مجموعاً الان ما می‌بینیم که در اسرائیل نگرانی وجود داره که خطر حمایت جمهوری اسلامی ایران و خطر دخالت جمهوری اسلامی ایران در از این جنگ کنونی در منطقه داره سطح خطری که اسرائیل احساس می‌کنه و سطح تهدیدی که اسرائیل داره احساس می‌کنه رو افزایش میده. پس بنابراین به احتمال زیاد این حمله نسبت داده شده به اسرائیل همچین انگیزه ای داشتن که به اخطار بدن به حکومت جمهوری اسلامی. با این اوصاف و با توجه به واکنش مقامات جمهوری اسلامی و در رأس اونها علی خامنه ای که گفته پاسخ تهران به اسرائیل پشیمان کننده خواهد بود، آیا امکان بروز یک درگیری مستقیم و جدی نظامی بین دو کشور وجود داره؟ ببینید یکی فرق بسیار بزرگی که بین گروه حماس قبل از 7 اکتبر و حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی ایران تجربه جنگ داره، تجربه 8 سال جنگ داره، میدونه که چقدر اقتصاد مهم هستش، میدونه که چقدر سرمی زدن به زیربنای اقتصادی کشور میتونه برایش تمام گران تمام بشه. مثلا آیت الله خامنه‌ای به نظر من گزینه حمله مستقیم از ایران رو رد خواهیم کرد، به خاطر اینکه ما می‌دونیم الان که مثلا تورم غذایی رسیده به 60% در ایران، تورم مسکن رسیده به 80%، همونطور که شما قبلا گفتید دلار رسیده به 63,000 تومان. الان اگه جمهوری اسلامی ایران بخواد وارد جنگ با اسرائیل بشه، اقتصاد ایران نمیتونه همچین وضعی رو الان حمل بکنه، وضع جنگ مستقیم با اسرائیل. ولی به احتمال زیاد ما شاهد ادامه و شاید افزایش حکومت جمهوری اسلامی ایران به گروه های ضد اسرائیلی خواهیم بود و گروه جمهوری اسلامی از گروه های نیابتیش استفاده خواهد کرد برای حمله کردن به اسرائیل و برای انتقام جویی. سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما بودید. همطور که گفتیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن دو فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران با انتشار پیامی تند از مجازات اسرائیل به دست جمهوری اسلامی گفته و نوشته اسرائیل را از این اقدام و امثال آن پشیمان خواهیم کرد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجاست در استودیو برای پرداختن بیشتر به همین اظهارات علی خامنه ای. ارزیابی چی از پیامی که علی خامنه ای بعد از این حمله ارسال کرده؟ این تقریبا یه پیام کم سابقه ایه. به چه معنا؟ خامنه ای فقط بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در دی 98 با این سرعت پیام تسلیت داد و بعد از کشته شدن فخری زاده در آذر 99، یعنی این جایگاه زاهدی و البته دستیار او و این اتفاقی که افتاده در لبنان رو در سوریه رو نشون میده برای خامنه ای. یعنی به هر حال کشته شدن مسئول شاخه سوریه و لبنان نیروی قدس سپاه
و اون اتفاقی که میفته در ساختمان جنب کنسولگری جمهوری اسلامی این چنان اهمیت داشت که خامنه‌ای چند ساعت بعد از حادثه اومده یک چنین پیامی داده. پیامش هم ادبیات تندی داره، کاملا معلومه خشمگینانه نوشته شده، از تعابیر متعددی استفاده میکنه علیه اسرائیل، از جمله قاصب، منفور، ظالم، خبیث، متجاوز، نفرین میکنه اسرائیل رو. این تعابیر تند در یک پیام تسلیت معنی داره و اینکه در نهایت هم تاکید میکنه که اسرائیل رو پشیمان خواهیم کرد و این به دست دلاور مردان جمهوری اسلامی مجازات خواهد شد. به نوعی دیگه اینجا بحث واکنش از طریق نیروهای نیابتی خود به خود به حاشیه رفته در پیام خامنه‌ای. چرا؟ چون میدونه که حامیان حکومت یا اون بدنه حامی جمهوری اسلامی که به شدت براش افتن از این اتفاق انتظار یک واکنش رو دارن و خب طبیعتاً چنان که اشاره کردم خشم خودش هم از این اتفاقی که رخ داده در پیام متبلوره و یک مابعضایی خواهد داشت در اقدامات بعدی که باید منتظر بود. حالا با توجه به این خشمی که در این پیام هست و اظهاراتی که مطرح شده، تأکیدی که بر پشیمان کردن اسرائیل اینجا در این پیام می‌بینیم، فکر می‌کنید که باید منتظر چه اقدامی باشیم از سمت جمهوری اسلامی؟ ببین، یک سقفی داره و اون یک درگیری تمام عیار نظامی با اسرائیل، این به دلایل مختلف منتفی است، اما واقعا با امکانات جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به اسرائیل چندان پرتعداد نیست. یا باید مثل انفجارهایی که پیش از این هم رخ داده در آرژانتین یا مرکز یهودیان، سفارت اسرائیل، یا باید یک چون اتفاقاتی رو منتظر بود که اون هم طبیعتاً نمیتونه واکنش معادلی باشه با این هزینه که متحمل شده سپاه پاسداران و البته حاکمیت سیاسی در ایران، یا اینکه شلیک موشک‌ها از طریق باز همین نیروهای نیابتی، یا گرفتن گریبان کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا آمریکا در خلیج فارس در آب‌های منطقه. اینها سقف اقداماتی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. در مورد قاسم سلیمانی هم که کشته شد، اونجا هم واکنش فقط شلیک به یک پایگاه آمریکایی بود، اونم با اطلاع قبلی بدون که هیچ اتفاق خاصی برای ارتش آمریکا رخ بده. طبیعتاً اینجا فقط اقتدار یا هیمنه‌ای که جمهوری اسلامی از خودش ارائه کرده در منطقه و اون تصویر تبلیغاتیش با هدف قرار دادن مستقیم یک چنین ساختمانی و کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه قدس به نوعی ریخته و مورد سوال قرار گرفته. اما این که این ارتقا پیدا کنه تا سطح یک نزاع تمام عیار نظامی، باید این رو منتفی دونست، به ویژه که خامنه‌ای میدونه چقدر پرهزینه خواهد بود برای فضای اقتصادی اجتماعی سیاسی داخل ایران. سپاس بسیار از توضیحات و حضور شما اینجا در استودیو همکارم مرتضی کاظمیان. اما حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن دو فرمانده ارشد و 5 افسر سپاه پاسداران واکنش‌های بین‌المللی بسیاری به دنبال داشته. برای پرداختن به بخشی از اونها همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، در آلمان چه واکنش‌هایی داشتیم تا الان؟ در واقع خب آلمان یکی از کشورهایی هستش که رسانه‌ها خیلی توجه زیادی به اتفاقات خاورمیانه دارن و بعد از حملاتی که دیشب انجام شد بلافاصله اون خبرها رو پوشش دادن و نکته‌ای که در خبرهایی که امروز ما در رسانه‌های آلمان می‌بینیم وجود داره این هستش که عمدتاً اعلام نگرانی می‌کنن از وقوع یک پاسخ از سوی جمهوری اسلامی و یک درگیری گسترده در منطقه خاورمیانه و آتش گرفتن اون منطقه، که خب این رو در اغلب رسانه‌های آلمان ما میتونیم این رو بهش در واقع ببینیم و نگاه کنیم که در این رسانه‌ها بهش اشاره میشه. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب ابتدا یک سابقه‌ای رو در این رسانه‌ها میدن و اشاره خاصی دارن به حملات روز جمعه در حلب که خب طی اون گفته میشه 50 نفر از نظامیان و شبه نظامیان سوری و همچنین حزب الله لبنان کشته شدن و اتفاقی که دیروز افتاده رو در ادامه اون ارزیابی میکنن و به این موضوع هم اشاره میکنن که خب حالا اون چه که الان اتفاق افتاده به طور رسمی، خب هرچند که اسرائیل بر عهده نگرفته مسئولیت اون رو، اما برخی از کارشناسان در گفتگو با رسانه‌های آلمانی معتقدن که این میتونه کار اسرائیل باشه، چرا که اسرائیل مدام زوم هست در اون منطقه و میدونه که در لبنان و سوریه چه اتفاقاتی داره میفته و برای اینکه اجازه نده که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی
سیاسی خودش در اونجا علیه منافع اسرائیل استفاده بکنه، این حملات رو ترتیب میده. و خب از طرف دیگه هم معتقدن چون این حمله به یک ساختمانی که متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی انجام شده، جمهوری اسلامی ناگزیر هستش که به این حملات پاسخ بده و بر همین اساس هم نگرانی های خودشون رو اعلام میکنن. اما درباره اینکه خب جمهوری اسلامی چه واکنش هایی رو میتونه انجام بده، دو گمان زنی وجود داره. یکی اینکه خب میتونه جمهوری اسلامی از مهمترین نیروی نیابتی خودش در منطقه، یعنی حزب الله لبنان، استفاده بکنه که در گزارش هایی که در ماهای گذشته ما داشتیم اشاره شد که بیش از 170 هزار موشک در اختیار حزب الله لبنان هست و این میتونه یک چالش بسیار بزرگی برای اسرائیل باشه. و از طرف دیگه به این نکته اشاره میشه که جمهوری اسلامی هم میتونه خودش به صورت مستقیم این حملات رو انجام بده و اشاره میکنن به کشته شدن سید رضی موسوی، یکی دیگه از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه که در دسامبر 2023 این اتفاق افتاد و همون موقع جمهوری اسلامی در واقع دست به تلافی زد و با موشک‌های دوربرد خودش اهدافی رو در اربیل و همچنین در سوریه مورد هدف قرار داد. و خب این در واقع در رسانه‌ها و در تحلیل‌هایی که در آلمان داره ارائه میشه خب جای نگرانی داره و معتقدن که اگر جمهوری اسلامی بخواد از این طریق با اسرائیل مقابله بکنه، در واقع میتونه که یک جنگ فراگیر در منطقه رخ بده. و خب نکته بعدی اینه که خب در رسانه‌ها همچنین واکنش دیگر کشورها هم مد نظر هست، از جمله اینکه خب ایالات متحده همچنان در حال بررسی موضوع هست و از طرف دیگه شاهد واکنش چین هستیم که یکی از متحدان راهبردی جمهوری اسلامی هستش که در رسانه‌های آلمان بهش اشاره شده و خب نقل قولی هست از سخنگوی وزارت خارجه چین که محکوم کرده این حملات رو و تاکید کرده که اماکن دیپلماتیک باید مسئولیت داشته باشند و همچنین ابراز ناراحتی شده از اینکه حاکمیت سوریه در واقع نقض شده. سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما همکارم احمد صمدی که از برلین پایتخت آلمان با ما بودیم. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین امروز. حمله اسرائیل به محل نشست فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دمشق، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان و معاون او کشته شدند. واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی به کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه در سوریه، خامنه ای از مجازات و پشیمان سازی اسرائیل گفت. حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در روزنامه‌های چاپ امروز ایران هم بازتاب بسیاری داشته. کیهان، روزنامه‌ای که زیر نظر خامنه‌ای منتشر می‌شود، در یادداشتی به قلم مدیر مسئولان نوشته جمهوری اسلامی باید در پاسخ به این حمله به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های اسرائیل در کشورهای مختلف حمله کند. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول منصوب خامنه‌ای در کیهان، از سازمان ملل خواسته از حملات احتمالی جمهوری اسلامی به سفارتخانه‌های اسرائیل حمایت کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم حمله دیروز اسرائیل را جنون بی سابقه خوانده و نوشته این اولین بار است که اسرائیل به یک ساختمان رسمی با پرچم جمهوری اسلامی حمله می کند. روزنامه جوان از پاسخ متقابل جمهوری اسلامی و احتمال افزایش درگیری ها هم نوشته. روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیما هم حمله اسرائیل را خودکشی و ماجراجویی جدید توصیف کرد و با هشدار از واکنش جمهوری اسلامی نوشت. همکارم محمد رهبر اینجاست در استودیو برای پرداختن بیشتر به جزئیات این واکنش هایی که از سمت رسانه های نزدیک به حکومت داشتیم تا الان درباره حمله اسرائیل. خب هر چقدر جلوتر داریم میریم واکنش های تندتری رو شاهد هستیم. خامنه ای آمد و با یک بیانیه خیلی تند وعده داد که این انتقام گرفته میشه به دست دلاوران خود جمهوری اسلامی، منشون میده به نیروهای نیابتیش این رو مقبول نکرده. من فکر نمی‌کردم اون یادداشت حسین شریعت مداری اینقدر هوادار و هواخواه داشته باشه در درون حاکمیت، با اینکه یک دیوانگی محض است ولی گویا مجانین در این حاکمیت زیاد هستن. شریعت مداری یه بحثی داره می‌کنه سر این قصه که برابر حقوق بین الملل اینها اومدن یه نقضی رو انجام دادن، یک عمل خلافی رو انجام دادن، حالا ما بریم پشت همین حقوق بین الملل موضع بگیریم سفارت اونها رو بزنیم. دیگه واقعا
عجیبه، چون تو حقوق بین‌الملل برای همچین ماجرایی شکایت‌هایی در نظر گرفته شده، دادگاه‌هایی هست. اینا به این چیزاش کار ندارن. هر جا که اهل زدن و اینها هستش میگن بریم، حالا که حق با ماست، حالا که یه چیزی رو نقض کرده اسرائیل، ما هم بریم تمام سفارتاش رو بزنیم. از این حرفش هم خیلی‌ها اومدن استقبال کردن. چند نماینده مجلس هست، رشیدی کوچیک حتی جاش هم مشخص کرده، گفته بریم سفارت اسرائیل در آذربایجان رو هدف قرار بدیم. و یکی از این کارشناس‌های تلویزیون جمهوری اسلامی هم آمده گفته اگر ما جواب اسرائیلی‌ها رو ندیم، باید شاهد ترور سران جمهوری اسلامی در وسط تهران باشیم. یکی از حرفایی که همین الان تو تلویزیون جمهوری اسلامی دارن می‌زنن اینه که به نظر میرسه همچنان خط حسین شریعت مداری پررهروف هست. از دیشب تا حالا که چنین مقاله‌ای رو نوشته، همچنان دارن در همین سیر میکنن و راهکار رو در این میدونن که یکی از سفارت‌های اسرائیل رو به همین مناسبتی که کنسولگری جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته، اون رو هدف قرار بدن. در روزنامه‌های دیگه البته سعی کرده بودن اینجوری حرف نزنن، چون حسین شریعت مداری یه جورهایی این اجازه رو داره که هر حرفی خواستش بزنه، ولی بقیه سعی کرده بودن که حداقل فقط خبر رو فعلا بگن. مثلا سیاست روز که اون هم یک روزنامه متعلق به حاکمیت هست، اون هم اومده بود گفته بود که اسرائیلی ها گاف دادن، تیترش این بود. اما این گافی که دادن رو همه روی حقوق بین المللش رفتن، ولی نشون میده که علاقمند هستن که از این گاف اسرائیل هرچی که هستش و از این نقض یکی از حقوق بین الملل استفاده بکنن برای یک تهاجم، برای یک کاری که اون اتفاقا با هیچ جا نمیخونه، با هیچ کدوم از حقوق بین الملل نمیخونه. اون هم از طرف جمهوری اسلامی که خودش هیچ در واقع احترامی نسبت به سفارتخانه ها قائل نیست. میشه گفتش تنها کشوری که بارها و بارها سفارتخانه ها در اون فتح شدن ایران هست و جمهوری اسلامی. از سفارت آمریکا بگیرید، بریتانیا، عربستان و کلا هر کسی که با اینها مشکل داره، اولین جایی که ممکنه که اونها هدف قرار بدن سفارت اون کشور در داخل ایران هست. ولی هنوز چنین کاری رو نکردن که سفارت‌های دیگران رو در جاهای دیگه دنیا هدف قرار بدن. من فکر می‌کنم که باید منتظر بمونیم ببینیم که چه اتفاقی. در توضیحات بابک اساقی از تل آویو داشتیم که همین حالا اسرائیل اقدامات پیشگیرانه در جهت حفاظت از سفارتخانه‌های خودش رو شروع کرده. سپاس بسیار از توضیحات و حضورت اینجا در استودیو. همکارم محمد رهبر در اینجا. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت حقوق بشری هرانا از احضار هستی امیری و ضیا نبوی، دانشجویان دانشگاه علامه، به دادسرای اوین برای اجرای حکم حبس خبر دادند. این دو دانشجو در پی اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به زندان شدند. فاطمه حیدری، یکی از اعضای خانواده های دادخواه، از بازداشت سعید فروخی پور، پدر امیر مهدی فروخی پور، از جانباختگان خیزش مهسا خبر دادند. ماموران سعید فروخی پور را بر سر مزار فرزندش در بهشت زهرا بازداشت کردند. امیر مهدی فروخی پور، نوجوان 17 ساله، مهر ماه 1401 در جریان خیزش انقلابی با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شد. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گزارش داد بیش از 6 میلیون نفر در ایام نوروز از موزه ها و اماکن تاریخی بازدید کردند. بر اساس این گزارش، حافظیه، تخت جمشید و سعدآباد رکورددار بیشترین بازدیدهای امسال بودند. همچنین بیش از 1,300,000 نفر از آثار تاریخی استان فارس دیدن کردند. موزه های سعدآباد، کاخ گلستان و تخت جمشید بیشترین فروش بلیت برای بازدیدها را هم داشتند. اما حمله موشکی منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه قیمت ارز و طلا را در بازار ایران تکان داده. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات اولیه امروز برای اولین بار به میزان بی سابقه 63,000 تومان رسیده و تا 63,600 تومان هم معامله شد. قیمت سکه طلای تمام طرح جدید هم با رسیدن به 41,900,000 تومان حد نصاب جدیدی ثبت کرد. رضا غیبی روزنامه نگار میگوید ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی و همزمان رفتار تنش آفرین جمهوری اسلامی در فضای بین المللی باعث صعود قیمت ها و افزایش بحران اقتصادی در ایران شده.
نگرانی که مردم، فعالان و سرمایه‌گذاران خرد و اساساً فعالان بازار، نگرانی که براشون ایجاد شده در پی پیلون فعالات و اون حمله‌ای که اسرائیل داشته، منجر شده قیمت‌ها در بازار به حد انفجار برسه. شاید بهترین تفسیر این باشه، چون سکه همین الان که صحبت می‌کنیم داره به 42,000 تومان نزدیک میشه، از 42 میلیون تومان، از 41,800,000 تومان هم عبور کرده در بازار و داره داد و ستد میشه. دلار در یک رکورد تاریخی به 63,600 تومان هم رسید، اما یک مقدار فروکش کرده، در حال حاضر به 63,350 تومان داره معامله میشه و اینها نشان دهنده این است که اقتصاد ایران چه میزان تاثیرپذیر است از فعالان سیاسی در بیرون مرزهای ایران، از سیاست گذاری های جمهوری اسلامی و رفتار جمهوری اسلامی که تبعاتی همچنین حمله دیروز رو به دنبال داره. و نگرانی ها بیشتر هست در بین فعالان نسبت به اینکه بخواد این روند ادامه داشته باشه و این واکنش ها و پاسخ دادن به همدیگر از سوی ایران و اسرائیل تداوم داشته باشه که میتونه اقتصاد ایران رو وارد یک مرحله جدید و در آستانه سقوط قرار بده. یکی اینکه جمهوری اسلامی و مشخصا دولت ابراهیم رئیسی مثل بقیه دولت ها نتوانسته آن جوری که باید و شاید در حوزه اقتصادی درست عمل کنه، ریلگذاری درست داشته باشه، به سمت توسعه پایدار حرکت بکنه و تمام شاخص های اقتصادی داره به ما این پیام رو میده که سال بسیار سختی در روبروی مردم قرار داره و مردم باید خودشون رو آماده شرایط بسیار بدتر بکنن. این متأثر از تصمیمات و روند ریلگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی است. در کنار این ما شاهد هستیم تصمیمات و رویکردهای سیاسی جمهوری اسلامی در داخل ایران، در منطقه، خب تأثیر خودش رو بر اقتصاد داره میذاره. همین واکنش هایی که وجود داشته در ساعت‌های اخیر نسبت به حمله اسرائیل، که همون حمله هم متأثر از رفتار جمهوری اسلامی بوده، همواره اقتصاد ایران رو متأثر کرده. این دو در کنار هم نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال آینده، مشخصا معیشت مردم به خصوص دهک‌های ضعیف‌تر، پایین‌تر، باید منتظر روزهای بسیار بسیار تاریک و سختی در حوزه اقتصادی باشد. بپردازیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد از آنجا که پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال به عنوان یک روزنامه‌نگار در رسانه فارسی زبان مستقر در بریتانیا فعالیت دارد و پیشتر هم روزنامه‌نگاران این رسانه با تهدیدهای مواجه بوده‌اند، موضوع حمله با چاقو از سوی فرماندهی ضد تروریسم پلیس متروپولیتن بررسی می‌شود. به گفته دومینیک مورفی، رئیس واحد فرماندهی مبارزه با تروریسم، گشت‌های بیشتر پلیس در منطقه‌ای که پوریا زراعتی در آن مورد حمله قرار گرفته ادامه دارد. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، از انهدام یک شهبات متعلق به حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت صنعا، یک شناور بی‌سرنشین حوثی‌ها گروه وابسته به جمهوری اسلامی را با موفقیت منهدم کرده. سنتکام همچنین تأکید کرد اقداماتی از این دست برای محافظت از نیروهای آمریکایی، تضمین آزادی ناوبری و ایمنسازی آب‌های بین‌المللی برای کشتی‌های تجاری ضروری است. آتش سوزی گسترده روز دوشنبه در اقلیم کردستان عراق به وقوع پیوست. مغازه‌داران به کمک شهروندان برای نجات اجناس مغازه‌ها به تیم‌های نجات کمک کردند تا آتش را خاموش کنند. هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست، اما مقامات گروه تحقیق تشکیل دادند. تلفات جانی گزارش نشده، اما 10 نفر دچار سوختگی‌های خفیف شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت دولت جو بایدن در حال بررسی و تصمیم گیری در ارتباط با بسته انتقال تسلیحات 18 میلیارد دلاری به اسرائیل شامل 10 هواپیمای F-15 است. بنابراین گزارش، یکی از درخواست‌های یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در سفر به واشنگتن سرعت بخشیدن به تحویل هواپیمای F-15 بوده. اما در محله خارج از هلسینکی، پایتخت فنلاند، یک کودک 12 ساله با اسلحه گرم اقدام به شلیک به سمت دانش آموزان دیگر کرده که باعث زخمی شدن 3 کودک 12 ساله دیگه شده. پلیس فنلاند گفته در حال تحقیق درباره انگیزه و دلایل این حمله است.
همکارم مهران عباسیان همراه ماست برای شنیدن جزئیات بیشتر درباره این اتفاق بسیار غم انگیز. مهران، از شما بشنویم. ریحان، دقایقی پیش پلیس فنلاند اعلام کرد که یکی از این سه کودک 12 ساله که مجروح شده بود در بیمارستان جان خودش رو از دست داده و دو کودک دیگه در حال مداوا هستن. خب امروز صبح ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی در یک مدرسه در شهر وانتا که در شمال پایتخت فنلاند شهر هلسینکی قرار داره، در یک مدرسه که 800 دانش آموز داره، یک کودک 12 ساله با سلاح گرم رو به دانش آموزا شروع به تیراندازی میکنه و منجر به کشته شدن یک و دو کودک که دیگه در این در واقع حمله زخمی میشن و تحت درمان هستن. شاهدان عینی که کودک 12 ساله رو که این اقدام رو انجام داده با سلاحش در حال فرار به سمت هلسینکی میبینن. پلیس یک ساعت بعد این کودک رو همراه با سلاح گرمش دستگیر میکنه. چیزی که پلیس فنلاند به اون اشاره کرده که یک سلاح گرم سنگین، اما اشاره‌ای به نوع سلاح نداشته. خب اقدامات مختلفی پلیس فنلاند انجام داده، دانش آموزان در واقع در حال سوال و جواب هستن توسط پلیس، کسی به مدرسه راه داده نمیشه، اطراف مدرسه خانواده‌های نگران دانش آموزان اونجا قرار دارن و پلیس اعلام کرده که کلیسای شهر وانتا با تعدادی از دکتران در واقع روان درمان اونجا حضور دارن و کسانی که نیاز به کمک دارن میتونن به کلیسای شهر وانتا مراجعه کنن. رسانه‌های اسکاندیناوی به این موضوع پرداختن، به این اشاره داشتن که کشور فنلاند برای هفتمین سال پیاپی یکی از شادترین کشورهای دنیا امسال هم اعلام شد. حالا با این حادثه‌ای که در اون رخ داده، این کشور مردمش در غم به سر میبرن. خانم ماری نخست وزیر کشور فنلاند در شبکه ایکس به این اشاره داشت که خیلی از این موضوع متاسفه و از پلیس فنلاند خواست که هر چه زودتر پیگیری‌ها و تحقیقات خودش رو انجام بده تا مشخص بشه به چه دلیلی این کودک 12 ساله چنین اقدامی رو انجام داده. خب پلیس هم تا دقایق دیگه قراره یک کنفرانس خبری درباره این موضوع بذاره. هویت شخص در واقع کسی که تیراندازی کرده مشخص نیست، چه ملیتی داره، اما خب باید منتظر تحقیقات پلیس مون تا ببینیم این کودک 12 ساله به چه دلیلی این اقدام رو انجام داده و وضعیت دو کودکی که زخمی شدن چه خواهد شد. متشکرم مهران عباسیان که همراه ما بودیم. اما آمار مربوط به تصادفات جاده نوروز در ایران بسیار نگران کننده شده. پلیس میگوید 83% از کشته‌های تصادفات نوروزی با خودروهای ساخت داخل سفر می‌کردند. این خودروها با وجود قیمت‌های زیاد هم خریداران بسیاری دارد، هم همچنان تولید می‌شود. همکارم ساناز قاضی زاده از آمار نگران کننده مرگ ناشی از تصادفات جاده نوروز در جاده‌های ایران گزارشی تهیه کرده، ببینید. عجیبه، من برام واقعا دارم تعجب شاخ در میارم. آمار مرگ ناشی از تصادفات جاده ایران بیش از هر چیز شبیه آمار مرگ ناشی از یک جنگ است. سال هاست که وضع همین است. هر نوروز مسئولی اظهار نظری می کند، دلایلی را پررنگ نشان می دهد و هشدارهایی می دهد، اما تا سال بعد برنامه روشنی برای رفع مشکلات مطرح نمی شود. با توجه به عدد کل تخلفاتی که ما داریم و تصادفاتی که اومدیم تحلیل کردیم و عللش رو بررسی کردیم، به نظر میرسه بالای 80% از تخلفات حادثه ساز مثل سرعت غیر مجاز، مثل سبقت غیر مجاز، مثل صحبت با تلفن همراه، مثل حرکت‌های مارپیچ، اینها دقیقاً تصادفاتی هستن که منجر به تصادف شدن و تصادفی که فوت و جرح در بر داشته. این بار رئیس پلیس راهبر فراجا میگوید آمار تلفات جاده‌ای نوروز امسال تا صبح 13 فروردین به 740 نفر رسیده. رقمی بالا که بر اساس گفته‌های رئیس پلیس راهبر فراجا این آمار به احتمال قوی به دلیل عجله رانندگان برای رسیدن به منزل تا پیش از پایان تعطیلات تا آخر شب 14 بیش از این هم خواهد شد. تعداد مصدومان هم کم نیست.
بنابر توضیح تیمور حسینی، در این دوره حدود 13,000 تصادف رانندگی منجر به جرح و مرگ در سفرهای نوروزی رخ داده که 90% از خودروهای دخیل از نوع خودروهای ساخت داخل کشور بودند. از گفته های او برمی آید که بیشترین انباشت مسافر مربوط به استانهای خوشاب و هوای شمال کشور و همینطور استان مذهبی ایران است. به گفته حسینی تا 11 فروردین 420 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کشور ثبت شده و محورهای مواصلاتی ایران با ظرفیتی محدود پاسخگوی این حجم سنگین ترافیک نیستند. همزمان امروز آمار دیگری از سوی رئیس پلیس راه کشور منتشر شده، آماری از عرابه‌های مرگ در جاده‌های ایران. طبعا 17% خودروهایی که تصادف کردن و منجر به فوت شده بود خارجی بودن و 83% خودروها داخلی بودن. از این 83% خودروهای داخلی 35% خودروها پژو و 27% پراید بودن. یعنی مجموع این دوتا خودرو پژو و پراید 62% از تصادفات جانباختگانمون رو شامل میشه. و نکته‌ای که مؤمنی بار دیگر تکرار می‌کند، جوانان اکثر کشته‌های حاصل از تصادفات جاده نوروزی ایران هستند. موضوع دیگری که در گفته‌های حسن مؤمنی پررنگ است، واژگونی خودروهاست. 30% تصادف‌ها به خاطر واژگونی خودروها بوده و عمده دلیل آنها خستگی، خواب‌آلودگی و یا سرعت غیر مجاز است. و نکته بسیار مهم دیگری که در بین سخنان کارشناسان رسمی ایران دیده می شود این است که بیشترین آمار تصادفات سال گذشته مربوط به اول و 13 فروردین ماه بوده، در حالی که سالانه دست کم 16,000 ایرانی به خاطر تصادف در جاده ها کشته می شوند و 20 برابر کشته شدگان مجروح به جا می ماند، نقش کیفیت خودروهای تولید داخل ایران در این وضعیت بسیار پررنگ است. مشخص نیست چرا هنوز بر تولید و خرید خودروهای داخلی پافشاری می شود؟ و سوال این که آیا استفاده از این رانت گسترده به مرگ این همه جان می‌ارزد؟ ساناز قاضی‌زاده، ایران اینترنشنال. بله، در پایین این بخش خبری یادآوری می‌کنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ایمیل bama@irointel.com در تماس باشید. ویدیوها و گزارشاتون هم میتونید روی خطوط واتساپ و تلگرام با شماره‌ای که روی تصویر ملاحظه می‌فرمایید ارسال کنید. ویدیوهای شما بخش مهمی از اخبار ایران اینترنشنال رو شامل میشه. سپاس که همراه ما بودید. همکارم الناز کیانی خیلی زود به یک مجموعه خبری دیگه با شما هست. با ایران اینترنشنال ببینید.